هلو گایز، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. علی اسد هستم. امروز سیستم داریم با بودجه 70 میلیون تومان. سیستم اون قراره واسه کارهای ورکستیشن و طراحی استفاده بشه، البته کارهای گیمینگ هم خواهد داشت و براتون تست گیم میگیریم از این سیستم. سی پی یومون جدیده، تال نداشتیم، 14600 کاه کلن و چه نسل 14 زیاد نسل خوبی نیست توی سی پی او. ما حالا گرفتیم همین که از 13600 کاه که انتخاب اولم بود یه مقدار قوی تره، حالا مصرف فرقش هم بالاتره، ولی من نمیدونم چرا، تقریبا قدرتشون یکیه ولی مصرف فرق این بالاتره. گرفتیم که متوجه بشیم. قیمتا هم فکر کنم 500 هزار تومان از 13600 کا بالاتره. کلا داره توازن قیمت به وجود میاد به نسل 13 و 14 که حرف منو اثبات میکنه. کلا نسل 14 خیلی سی پی آی خوبی نبودن. البته خب مثلا 14700 چرا؟ مثلا استثناء شاید 14700 14900، ولی کلا 14400 ش هم الان دارید میبینید قیمتش ورشه 15 میلیون تومان. فرقانچانی با 13400 نداره و ایشون هم که آی 5 بالایشون باشن 14600 کی با 13600 کی داودانچانی نداره. خب بگذاریم دیگه، بس هیت نکنیم. اینتلو قراره تستش کنیم دیگه، حالا تستش هم ببینید و خودتون با 13600 کی مقایسه کنید. ما یه بار گرفتیم H770 H770 پلاس ایسوس. H770 همون چیپسه Z790 قابلیت اوورکلاک نداره. روی مادربرد هم حالا دقت کنید یه دونه 8 پین پاور سی پیو هست که چون اوورکلاک نمی کنه اصلا هیچ سی پیوش هم آنچنان برقی نیاز نداره. مادربرد خوبیه، تقریبا همه چی داره، قیمتش باشه 9500. خب قاعدتا باید قیمتش هم بین B760 و Z790 باشه که هست. خب ولی از چیپستی از B760 قطعا بهتره، اینو یادتون باشه. برای بچه‌ای که نمیخوان اوورکلاک کنن و البته چیپست خوبی میخوان، مادربرد خوبی میخوان، مادربرد مناسبیه. سری تافش هم هست که 2 میلیون گرانتر روش 11.12. ببخشید انقدر حرف زدم. بریم سراغ رم. رم که چی شد آخر سر 5600 گرفتی؟ 5600 شد. خب من رم های DDR5 زیاد پیشنهاد نمیکنم به بچه‌ها، مخصوصا کسی که میخواد سیستم گیمینگ بخرن. حالا این رفیقمون گفته میخواد سیستم ورکستیشن داشته باشه، براش رم DDR5 خریدیم، نوکرش هم هستیم. ولی آقا 5200 CL36 5600 CL40 هیچ فرقی با هم ندارن، حتی از قیمتی هم یکی بود. ما 5200 CL36 خواستیم از شرکت، از فروشگاه که می‌خواستیم بخریم، حواسشون نبود یا اصلا مسئول فروش اصلا نمی‌دونست که CL36 CL40 چه فرقی با هم می‌کنه. در نهایت بهمون 5600 CL40 دادن که هم قیمت همون هم با اون حساب کردن. گفتم نه از قیمتی نه از پرفورمنس، 5200 CL36 با 5600 CL40 فرقی نداره. LPX کورسیر هم هست دیگه، جزء ارزون ترینش 6800. خب اینم از این کولر سی پی یو. یه کولر سی پی یو نسبتا جدیده برای تولید سال آخر سال 2023، الی 500 قبلا بود، LS520 هم بود دیگه، اومدن ترکیبی دادن دیگه، مادر پدر شدن و ترکیب اون دوتا شده LE520. یه جورایی از لحاظ فنی شبیه LE500 ولی ARGB مثل LS520. یه چیز ترکیبی گفتم بین این دوتاست. البته تنها فرقی که با LS520 داره که خودمون هم آنباکسش کردیم، تنها فرقش پمپشه. پمپ این و اون LE500 2400 LS520 LS720 LT اینا سری LS پمپشون 3100 دور بر دقیقه است، یه مقدار پمپشون قوی تر، ولی فناش با اون فنای LS هیچ فرقی نداره. رادیاتور اندازه رادیاتور هم که من چک کردم هیچ فرقی نداره دیگه، یه مقایسه اجمالی هم کردیم اینجا. البته اون LE500 رفقا اصلا نخرید، چون اون حتی فناش هم از این ضعیف تره. اصلا LE500 الان ارزش خرید نداره، تقریبا قیمتی هم با این یکی. این الان قیمتش باشه 4 تومنه، 4200، خیلی مفته واسه کولر لیکوید 240. خیلی 4200 از اینه خوبی، با توجه میگم مشخصاتش خوبه واقعا. خب اول انتخاب اولمون هم AG620 بود که تا الان زیاد بستیم روی 13600 کی، ولی خب یه مقدار از اون بهتر بسستیم. همین هاشش همین پایینه، یه NM630 یه ترا، خیلی ساده، لکسار، قیمت مناسب، هم قیمت یه ترا وسترن بلو، تموم دیگه. اصلا دیگه توضیح نمیدم که چرا نباید HDD بخرید و SSD خیلی به صرف است، خیلی توضیح دادم تا الان تو ویدیو. خب پاور اون که PK750D
یه پاور واقعا کامل، همه چی داره، حتی پاور برای سی پی یو 8 پین سی پی یو دو تا داره رفقا. اگه سیستم بالرده دارید می‌خرید، نمیدونم مادربرد سری زد دارید می‌خرید، سی پی آی سری کی که می‌خواید اورکلاک کنید هم این پاور جوابه. حالا ما خیلی گرافیک بالرده‌ای نداشتیم، مثلا 650 وات هم می‌خریدیم واسه این سیستم اوکی، ولی این لعنتی 3900 قیمتش خیلی قیمتش به صرف است، با توجه به رفتن قیمت دلار خیلی می‌صرفه به نظر من. دیگه انتخابم شد پیک 705 دی. اوف چقدر صحبت کردم. جعبه کیسمون هم که تالوس تیریه، گیم دیاس، ویدیو هم باید شده گونه گرفتیم، ایشالله آخر ویدیو هم اسمبل شده شد کامل خوشگل مشکل. ببینید خیلی کیس جذابیه، قیمتش هم باشه 3300، میارزه انصافا میارزه خیلی، ولی جمع و جوره. گرافیکای بالای 30 سانت هم توش جا نمیشه، رو سقف رادیاتور 240 جا میشه. من به خاطر همین انتخاب کردم، اگه رادیاتور 360 داشتم قطعا این کیس رو انتخاب نمیکردم. همین دیگه، من خیلی خوشم اومد. این رنگ سفیدشه و جلو شیشه، جلو مش هم داره که توریه، اونم بد نیست انصافا ظاهرش، ولی خب شیشه قطعا قشنگ‌تره، یه شیشه مات داره، مات توسی رنگی. خب بس دیگه، خیلی حرف زدم. آها گرافیکو نگفتم، گرافیکمون هم پلیت 3070 مدل گیمینگ پرو که خیلی تمیزه. حالا تو آنباکس ببینید قیمت کارت گرافیک استوک مقدار رفته بالا، این هم از استوک، قیمت کارت گرافیک استوک مقدار رفته بالا، کلا قیمت کارت گرافیک رفته بالا. الان با هزینه این شما 4060 هم نمیتونستید بخرید حقیقتش، 4060 که چرت کنم باید 3060 می‌خریدید. آره خلاصه که میارزه، همچنان کارت استوک میارزه، ولی خب قیمتاشون رفته بالا، نمیدونم دیگه. انشالله قیمت دلار بیاد پایین که همه جنسا بیاد پایین، بچه راحت تر بتونن سیستم بخرن. ببخشید انقدر صحبت کردم، بریم سراغ آنباکسمون. بعدش هم اسمبلمون، قطعات جدید داریم، حتما آنباکس هم ببینید تا آخر و نتیجه هم که تو تستا ببینید دیگه. رفقا سیستم هم تا که دیدید اسمبل شد، سیستم 70 میلیون که توضیح دادم واسه کارهای ورک سشن قراردش استفاده کنیم. کیس های گیم دیاز، اونایی که ARGB هن ها دکمه LED شون ها 3 ثانیه نگه دارید، بقیه ARGB ها سینک میشن. حتی اگه اون پشت ARGB ها رو همه یکی کرده باشید،
این هر کیس قشنگه. مشخصش یه بار دیگه بخوام براتون بگم 14600 کا اف سی پی مون بود، مادربرد اون H770 پلاس ایسوس، البته پرایم پلاس، 32 گیگ رم کورسر داشتیم، 5600 سی ال 40 که توضیح دادم درباره رم، ال پیکس کورسر آر جی بی نداره، کولر سی پی اون LE520 که درباره کولر هم قشنگ اول ویدیو توضیح دادم. حالا دمای سی پی یو هم نگاه کنید توی تستا، تست میگیریم قشنگ براتون. کارت گرافیک اون 3070 استوک پلیت گیم پرو که دیدید آنباکسش هم، پاورمون پیکی 750D از دیپ کول که توضیح دادم برونزه، ولی قیمتش خیلی مناسبه تو این کمبود پاور، واقعا غنیمته. خب این شو سیستم دقیقاً 70 تومانی ما دقیقاً، و اینکه امیدوارم خوشتون اومده باشه. تست سر حتما نگاه کنید، تست گیم خب خیلی خفن قرار نیست داشته باشه، کارت تیوی 3070 دیگه از اون قدرت کامل سی پی یو قطعا نمیتونه استفاده کنه، ولی باز تست سی پی یو رو ببینید، مقایسه کنید با 13600 کا. تا ویدیو بعدی، خدافظ. Come on.